سلام به همه خوبین، محمد داوودم و تو این ویدیو میخوایم دوباره برگردیم سراغ اسکوپ، با این تفاوت که میخوایم تو این ویدیو نرم افزار زیبراش رو هم وارد پروسه کار بکنیم و ازش واسه یکی کردن آبجکت ها، پالیش زدن آبجکت هامون و حالا ایجاد یک سیلویت بهتر استفاده کنیم. خب دیگه بچه‌ها بیشتر توضیح نمیدم، بقیه‌اش رو تو ویدیو میتونید ببینید. قبل از اینکه بریم داخل ویدیو، میدونید بعد چیکار کنید؟ حتما لایک بزنید، سابسکرایب کنید و تمام زنگوله رو اگر دلتون خواست بزنید، ولی اگر نزنیدم چرا، حتما زنگوله رو بزنید. خب سلام، ویدیو رو میخوایم ادامه بدیم. ویدیو قبلی این پیچ رو ساختیم با هم دیگه و توی این ویدیو میخوایم باز هم همینجوری مدل سازی رو ادامه بدیم که کم کم این اسکوپمون تکمیل بشه. خب نگاه کنید، این قطعه رو ما یه مقدار بزرگ کردیم ولی باز هم اون میزانی که میخوایم بزرگ نشدن. البته من اینجا اشتباه فکر میکنم، در راستای X میرور کرده بودم، در راستای Y ها این شکلی باید باشه. اینجا رو ما یادتون باشه این تیکه ها رو ما بزرگش کردیم که نسبتش به این پایه های اینجا بهتر بشه، ولی من فکر میکنم هنوز اینا مقدار کوچیکن، واسه همین اینا رو سلکت میکنم، فقط این قطعه اینجا رو. اوریجینشون هم دقیقاً روی این نقطه گذاشتم دیگه. اوکی؟ و اینا رو یکم اسکیل میکنم. فکر میکنم انقدر مناسب باشه، میبینید این شکلی بشه. این داره بعد از لحاظ شیدینگ نمایش داده میشه، میام تو نرمالش این اتو اسموسشون روشن میکنم که این شکلی نمایش داده بشه. فکر میکنم خوبه الان اندازش به نسبت این بالایی خوب شد، فقط یکم این الان از اینجا فاصله داره، میبینید اینو بعد یه مقداری بزرگترش کنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ اول از همه که این خودش مودیفایر داره، نصفش من میام کل این فیس اینجا رو سلکت میکنم، اینو این وسطی ها نها کنید، دقیقا اینجا رو سلکت کردم که هم اندازه اینجا بیاد بالا. اوکی، کلید ای رو میزنم و اکسترودش میکنم به سمت بیرون. اینجا روشن کنم، میبینید که اینجوری شده، یه مقداری هم حتی میتونیم بیاریم بیرون تکه اینجا خوبه. و کاری که باید انجام بدیم اینه که مثلا اینجا سپورتینگ اج بذاریم، اینجا خوبه. کی میزنم با نایف تول، اینجا یه دونه اج میذارم که اینجا هم اوکی بشه و اگر بهش توربو اسموس بدم یا همون ساب دیویژن سرفیس، میبینید که اینجا خوب شده، اینجا کاملا اون کریسپنس اجشون خوبه، فقط اینجا یک آرتیفکت داریم، اینجا یه مشکلی ایجاد شده، من خاموش میکنم اینا رو. آها اینجا میبینید، اینجا وقتی که اکسترود کردیم اینجا فیس درست شده. میام توی فیس ها، این فیس ها سلکت میکنم و همینطور این فیس ها. اینجا مواقع خیلی باید دقت کنید که فیس هاتون رو با دقت از نزدیک انتخاب کنید. خب اینا هم رو سلکت کردم، اینه که توی این راستا بودم پاک میکنم. الان دیگه وقتی میرور بشه مشکل ساز نمیشه. میگم آرتیفکت اونجامون هم اوکی شد اون وسط. و یه نکته دیگه، چون اینجا یه مقدار این شکلی کرف داره، من دوست دارم اینجا هم همون کرف اتفاق بیفته. چیکار میکنم؟ میام و تو ساب دیویژن سرفیسش رو خاموش میکنم و میرورش رو اپلای میکنم. دقت کنید که میرور مرجش تیکش روشنه، این وسط به هم دیگه ولد میشن تا تو این فاصله. یه توضیحاتشو دادم، مجدد نمیدم، اپلای میکنم و بیایم و تقریبا اندازه اینجا بیایم اینجا رو هم بول کنیم. چجوری؟ من میام و اول از همه این اج اینجا رو من ریموف میکنم، اج اینجا رو البته، و هم من میرم تو نام لفت و میرم توی حتی وایر فریم، اینا رو دیسلکت میکنم، اینا رو پاک میکنم. این اجای اینجا رو واسه کرو اینجا لازم دارم دیگه، فقط اینجا میخوام نباشه که وقتی میخوام ببل کنم مشکلی واسه پیش نیاد. اینا رو هم سلکت میکنم و اینا رو هم پاک میکنم، چون اینا هم واسه کرو مشکل ساز میشن. اینجا پاک و حالا این اجو سلکت میکنم، کنترل پی و ببلش میکنم. انقدر مناسبه. اینجا یک دونه اج لوپ این شکلی بذارم که اوکی بشن. واسه این کار من میام کل این اجای اینجا رو انتخاب بکنم، فیس های اینجا رو میبینید، همه این فیس ها انتخاب شدن به اضافه این فیس، این فیس، این فیس. میتونید نصفش رو انتخاب کنید که بعد میرور کنید. حالا من این شکلی انتخاب کردم، بعد
آی بزنید و یه مقدار این ست کنید این شکلی، انقدر کافیه. بعد بینید توی اجا و این اجای اینجا رو اینجوری سلکت کنید. اینا کار خراب کنن دیگه، اینجای پایین نمیخواییمشون. اینا همه سلکت باشن و اینا رو پاک کنید خیلی راحت. اوکی، خب حالا اینجامون اجا رو داریم. اگر من بیام و این ورتکس رو به این ورتکس ولد کنم و این ورتکس رو به این ورتکس، اینا رو به اینجا کانکت کنم، فکر میکنم الان نباید مشکلی پیش بیاد. اگر اسموسش کنم، نه. اوکی، خب توپولوژی اینجامون هم اصلاح شد و من الان از اینجا راضیم. میگم یه مقداری از این دیزاین به سلیقه خودتون ارتباط داره، شما میتونید مثلا هر مدلی که خواستید اصلا بول نکنید، مهم اینه که به نظر خودتون قشنگ باشه و البته خب نظر دیگران هم مهمه، ولی فعلا نظر خودتون رو از بقیه خیلی مهمتره. تقریبا این مدلمون کامل شده، من زیبراش رو اجرا میکنم و میخوام الان این تیکه اینجا رو درست کنم. مشکل این چیه؟ من به این نمیتونم ساب دیویژن سرفیس بدم. نگاه کنید، کنترل سه میزنم این شکلی شد. چرا؟ چون اگر بیام تحت وایر فریم میبینیم که اینجا ما کلی انگون و تراینگل و اینجور چیزا داریم، کواد نیست ساختارش، توپولوژیش درست نیست، مناسب ساب دیویژن سرفیس نیست. حالا یک راهش اینه که ما اینو کاملا دستی کواد کنیم که توپولوژیش مناسب باشه. یک راه دیگه هم اینه که اگر جواب بده توی زیبراش بتونیم اینجا رو اصلاح کنیم. من اول راه آسان‌تر رو انتخاب میکنم، اگه جواب نداد بعد دیگه مجبورم بیام و دست اینو درست کنم، ولی فعلا بیام اول راه آسان‌تر رو انتخاب کنم. واسه این کار من میخوام این آبجکت هم رو پولیش بزنم توی زیبراش و این جاهایی که این شکلین رو کاملا گرد کنم. واسه این کار نیاز دارم که من پالی گروپ ها رو دسته‌بندی کنم و شما میتونید ویدیوی پالی گروپ ها داخل زیبراش رو نگاه کنید اگر نمیدونید پالی گروپ چیه. اونجا من توضیح دادم که اصلا پالی گروپ ها به چه دردی میخورن و از چه روش میشه ازشون توی مدل سازی استفاده کرد. الان این مش هم رو من میخوام واسه یه پالی گروپ های داخل زیبراش حاضر کنم. من میام تو اول از همه توی ادیت مودش و پی رو میزنم با لوس پارت که هر کدوم از اینا یه قطعه جدا بشن. بعد این قطعه رو آیسولیت میکنم و اینو میخوام یوویش کنم. نمیخوام یووی به خاطر تکسچرینگش بکنم، صرفا میخوام این یووی ها هر شلش یک پالی گروپ باشه داخل زیبراش. اوکی، پس این اجایی که سلکت میکنم و نگاه کنید، خیلی با دقت انتخاب کنید همشو دونه دونه. خب این اجا رو من سلکت کردم، راست کلیک میکنم و مارک سیم رو میزنم که اینو تبدیل بشم به سیم. میبینید تو اینو الان سیم هم. بعد میرم توی UV Editing هم زوم میکنم این مقدار رو آبجکتم، اینجا این شکلی کلیپ میکنم، میرم توی سایت بارم و توی ویو اینجا رو میکنم 1 سانتی متر. حالا کلیپ نمیشه، میام توی فیس ها، همه فیس ها رو سلکت میکنم، یو و آن رپ. میبینید که اینجا دقیقا بر اساس همون سیمایی که من اینجا انتخاب کردم واسه من اومد و دونه دونه این یووی شلا رو این شکلی واسه من یووی کرد. من از اون یووی ها بازم میگم نمیخوام توی تکسچرینگ استفاده کنم، الان صرفا به خاطر مدل سازی دارم یوویش میکنم. تمام کارمون باهاش و من میام اینو انتخابش میکنم و میبینم توی فایل اکسپورت از OBJ، اینجا یه دونه نیو فولدر میسازم، اسمش رو میذارم بلندر اکسپورت فور زیبراش و از اینجا اسم این رو میذارم اسکوپ 01 و این حتما این چک سلکتد آنلیو بزنید، یعنی نزنید همه رو اکسپورت میکنه، این حتما چکش فعال باشه و اکسپورت OBJ رو بزنید. خب الان اکسپورت شده، من میرم داخل زیبراش
میرم روی این ایمپورت کلیک میکنم، میرم به محلی که آبجکتم رو اکسپورت کردم پیداش میکنم و اوپن رو میزنم. این میگه کواد اند تراینگل، اینو انتخاب میکنم و این شکلی واردش میکنم. ادیت نام کنید، چون مشه ما تراینگل بود توی زیبروش درست وارد نشد، بنابراین چیکار میکنم؟ من میام داخل بلندر آبجکتم رو انتخاب میکنم و اگه وای فریم رو بزنم میام بهش مودیفایر تراینگولیت رو میدم، این واسه من تراینگل میکنه، هرچی که ورتکس هست با هم دیگه ولد میکنه. مودیفایر تراینگل رو اپلای کنم، منتها نگاه کنید من این مش رو لازم دارم، نمیخوام تراینگل نگهش دارم، بنابراین من میام ازش کپی میگیرم، فعلا شیفتی کپیش میکنم، ام اصلا توی حالت آیسولیت این کار انجام ندید، ام نیو کالکشن میمیسم اسمش رو نان اندرسکور ترای، این اونجا ذخیرش میکنم. خب حالا کارمون راحت، اگه اینو تراینگل هم کنیم بعد نسخه تراینگل نشدهش رو داریم. مودیفایرش اپلای میکنم، حالا اگه برم توی فیسش میبینید که توی یووی ها هم یه اتفاق افتاد، چون قبلش تو حالت مودیفایر بود اپلای نشده بود نشون نمیداد، الان چون اپلای شده دیگه احتیاجش حتی دوباره یووی کنم، دوباره این سلکتش میکنم و اکسپورتش میکنم، از پلاگین استفاده میکنم از OBJ اکسپورت، حتما OBJ روی همین فایل قبلیمون، دوباره اکسپورتش میکنم و میگنم داخل زیبراش، میگنم تو سافتول، همین سافتول هم سلکت باشه، ایمپورت میزنم و میام دوباره این رو ایمپورتش میکنم، همینجور که دیگه به این پیامیم نداد و این الان درست اصلاح شده. و اگه من شیفت F بزنم میبینید که پالیگروپاش همه یکی هن، همه یه رنگ هن و من احتیاج دارم که این پالیگروپا رو اصلاح کنم، میام توی پالیگروپس توی این منیو و از اینجا اوتو گروپ وید یووی رو میزنم، اینجا بر اساس همون یووی که انجام دادیم اومد و گروپ بندی کرد، یعنی گروپ بندی کرد این فیسامونو. اوکی حالا که من اینجا پالی گروپ هم اوکی شد، برمیگردم دوباره داخل ژئومتری داینامش و اینو روی عدد زیاد، مثلا اول مثلا روی 512 میذارم، فعلا ببینم چه جنتیجی میده، داینامش میکنم شیفت اف، اگه یکم زوم کنم کم رزولوشنش، اینو میکنمش 1024 اینتر داینامش، نه این بلور رو صفر کنید بلر نشه، دوباره میزنش روی 1024 و داینامش بازم کمه و میزنم اصلا روی 2048 اینتر میکنم، بلورش رو هم صفر میکنم و داینامش میکنم. خب خوب میبینید اینجا الان فیساش نسبتا مناسبه و وقتی که داینامش کردم اون شیپ کلی آبجکت من همونجوری باقی موند، یه مقداری گوشه هاش این شکلی شدن که مهم نیست. خب این بنا بر اساس تجربتون دیگه به دست میاد که بعد روش عدد داینامش کنید. من اینو فعلا میذارم شو این متکپ گری، من عادت دارم با این کار میکنم و الان اگه شیفت اف بزنم میبینید که همون پالیگروپ های من حفظ شده، یکم زوم کنم میبینید که درسته که داینامش شده ولی همین پالیگروپ هاش همونا مونده. حالا من کنترل شیفت رو نگه میدارم و روی این کلیک میکنم، همین پالیگروپ واسه من سلکته و میام و کنترل رو نگه میدارم، همش رو ماسک میکنم، کنترل شیفت توی فضای خالی کلیک میکنم، میبینید که الان این تیکه اینجا رو من ماسک شده دارم، بقیه جا دیگه ماسک نیستن. کنترل آی میزنم که ماسکم برعکس بشه، میتونید کنترل رو نگه دارید روی فضای خالی کلیک کنید، اینم هم دقیقا همون حالت برعکسه، توی حالا خیلی از نرم افزار کنترل آی اینورت میکنه، هم زیبراش هم بلندر هم فتوشاپ، ولی هاتکیش هم بهتون گفتم، ویدیو زیبروش حتما نگاه کنید بعد بیاین، اگه متوجه نمیشید من همینا رو تو ویدیو زیبروش توضیح دادم، تو اون هم آموزش‌های مقدماتی اون 16-17 تا، هم اونی که راجع به پالی گروپ ساختم. به هر حال من الان میام توی دفورمیشن توی این پالیشا و این پالیش وید فیچرز، روی این نقطهش کلیک کنید، نقطه توپر تبدیل میشه به دایره توخالی و اینو میام پالیش بای فیچرز یک بار روی 100% میزنم، میبینید این جاهایی که برای سیلیندرمون رو اومد و پالیش زد، میبینید زیاد روی شیپ کلی تاثیر نمیذاره، جاهایی که مثلا یه بری گذاشتید و اسموس نیست سعی میکنه اونا رو پالیش بزنه. دوباره اینو 100% یه بار دیگه پالیش میزنم،
و باز هم پالیش میزنم. یک بار دیگه هم میزنم. خب خوبه. حالا اگه دقت کنیم که اینجا کاملا صاف شد. با وجود که ما توربو اسموس نداده بودیم سر این پالیش ویت فیچرز اینجا صاف. خب اینجا اوکیه. کنترل اینجا درک میکنم که دوباره ماسکم غیر فعال بشه. این دفعه این پالیگروپ کنترل شیفت رو نگه میدارم روی این کلیک میکنم. فقط دقت کنید اینا پالیگروپاش جداست، واسه این اتفاق میفته. کنترل شیفت رو نگه میدارم روی این کلیک میکنم. بعد دوباره روش کلیک میکنم. و اون پالیگروپی که میخواستم الان اینجا نیست. حالا هر پالیگروپی رو من کنترل شیفت نگه دارم روش کلیک کنم اونم غیب میشه. این یکی پالیگروپ داخلم کنترل شیفت رو نگه میدارم روش کلیک میکنم. اینم غیب شد. اوکی. والا کاری که میخوام انجام بدم اینه که اینورتش کنم، کنترل شیفت رو نگه میدارم و درگ میکنم تو فضای خالی. اونایی که هایت کرده بودیم واسه ما نمایش داده میشن، بقیه‌اش هایت شد. کنترل رو نگه میدارم و همه‌شو ماسک میکنم این شکلی. ناگهان این پشتشو ممکنه نشون نده. جوری ماسک کنید که همه‌ش توی این ماسکتون قرار بگیره و بعد کنترل شیفت اینجا کلیک. شیفت اف بزنم ببینید که این داخلی الان ماسکن. کنترل آی میزنم و ممکنه الان تو بعضی از زوایای شیدر زیبراش درست نشون نده، ولی الان اینجا ماسکن، این داخلی ها دیگه ماسک نیستن چون برعکس کردم. و دوباره همون پالیش بای فیچرز 3-4 بار بزنید که این حالت بره اینجا از بین بره، اون حالت مقطع بودنشو. دفعه قبلی من حدودا 4 بار زدم ولی این دفعه فکر کنم 3 بار کافیه چون این بهتره جامدش. خب اینم از این. کنترل رو اینجا درک میکنم که بقیهش هم آن ماسک بشن. این از این. حالا این اگه دقت کنید اینجا آرتیفکت خورده دیگه، اینا رو باید یک کوچولو پالیش بزنیم. من اینا رو اینجوری سلکت میکنم و کنترل شیفت رو نگه میدارم اینجا این شکلی درک میکنم، ماسکم برعکس بشه. اینا رو هم دوباره کنترل شیفت کلیک میکنم، اینا هم از بین میرن. اینا الان واسه من باقی موندن. همشون رو این شکلی سلکت میکنم، ماسک میکنم و کنترل شیفت توی فضای خالی کلیک میکنم. خب الان این بالایی واسه من آن ماسکن. اوکی. اگر من بیام پالیش بای فیچرزش کنیم بعدا چه اتفاقی میفته؟ بهتر شد. همین پالیش بای فیچرز کارو راه میندازه. اگر حالا این مربعش دایرهش رو توپر کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی محسوس نبود تفاوتش ولی این شکلی شده. خب من یه بار دیگه هم پالیش با فیچرز مطابق با دایره تو خالی میزنم. بازم میزنم. شکل پالیگونیش هم اینجا نسبتا اصلاح شده. خب خوبه. حالا بعدا اگر مشکل ایجاد کرد توی بیک و اینا دیگه مجبور میشیم که این رو از اول درست کنیم دیگه. حالا فعلا من واسه اینجا گفتم خیالش میشیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. اگه خراب شد که مجبوریم از اول تو پولیش رو اصلاح کنیم. خب من میام و نکته آخر که میخوام پولیش بزنم اینجوری که میرم توی ماسکینگم، ماسکینگ، و اینجا میام این ماسک با این بوردر و کریسش رو ور میدارم، فقط گروپس ماسک بای فیچرز رو میزنم. جاهایی که ما گروپ های جدا داشتیم میاد واسه ما یک ماسک خیلی کم میزنه. میبینید اینجا الان همه ماسک شدن. چرا؟ چون پالی گروپ اینجا یه فرق میکنه با پالی گروپ مجاورش، پس ماسک میخوره به اینش. هر جایی که ما اون توی بلندر سیم کردیم اینجا ماسک شد. و میام از اینجا گرو ماسک رو میزنم که ماسکم گرو بشه. شارپن گرو، شارپن گرو، شارپن گرو، شارپن. و بعد ماسک میکنم بلر ماسک یک بار. کنترل آی میزنم. الان همه اینجا واسه من این شکلی شده و میامو توی دفورمیشن، توی پالیش روی همین دایره تو خالی 20% پالیش میزنم. یه بار دیگه هم بذاریم. من یه بار دیگه ماسکم رو بلر کنم. کنترل رو نگه میدارم رو قسمت ماسکم که کلیک کنم خودش بلر میشه. یه بار دیگه 20% پالیش میزنم. کنترل رو درک میکنم و میبینید که الان نقطه من اینجا این شکلی در اومده. خب این از این. توی سابتول نگاه کنید الان یعنی یک سابتول جداست. من میام توی بلندر و برمیگردم توی لی اوتم و اینو انتخاب میکنم. همین قطعه که قراره بهش بچسبه، این دوتا به هم دیگه چسبیده بودن دیگه، درسته؟ همین قطعه که قراره بهش بچسبه رو انتخاب میکنم.
و این رو میام توربو اسموسش رو ساب دیویژن سرفیسش رو میکنم روی 5. مواظب باشه که یه وقت سیستمتون هنگ نکنه. من اینو آیسولیتش کردم و این رو سلکت میکنم کنترل S، از OBJ اکسپورتش میکنم روی اسکوپ 02 و تیکه اینجا هم روشن باشه. اکسپورت OBJ رو بزنید، سب کنید تا اکسپورت بشه. یه مقدار طول میکشه چون حجمش خیلی زیاده. خب آبجکت من اکسپورت شد، یه مقدار طول کشید چون ساب دیویژنش خیلی برده بودم بالا. شما مواظب باشید که وقت هنگ نکنه. من شک کردم که سیستمم هنگ و کرش کرد، ولی خب خوشبختانه هندلش کرد بعد از حدودا 1-2 دقیقه و الان میخوام ایمپورتش کنم. اگه الان من بیام و ایمپورت رو بزنم، این به جای این آبجکتم ایمپورت میشه. از این آبجکتم یک کپی میگیرم، داپلیکیتش میکنم و روی این داپلیکیت میام ایمپورت رو میزنم و این اسکوپ استف 2 رو اوپن میکنم. خب میبینید که آبجکتم به درستی ایمپورت شد داخل زیبراش و اینو من نمیخوام پولیش بزنم، واسه همین دیگه همه جا شما ساپورتینگ ایج گذاشته بودیم و ساب دیویژن سرفیس درست انجام شده بود. حالا چون امروز من اینقدر میگم توربو اسموس، به هر حال این الان اوکی اند، پس هیچ احتیاجی نیست که من بخوام اینو، پس هیچ احتیاجی نداره که من اینو بخوام الان گروه بندیش کنم. میتونم بیام و این آبجکتمو سلکت کنم، برم توی جیومتری و روی یک عدد داینامیشش کنم، رو همین 248 خوبه، بلر 0 داینامیش میکنم. زیبراش نما کنید این شکلی میشه. این احساس میکنید که هنگ کرده و کرسر موس با حالت تینکینگ در میاد، یعنی حالت ساعتشنی اینجوری. زیبراش هم اینجوریه، سب کنید فکر نکنید. اگر جای دیگه کلیک کنید چند بار ممکنه پیام بیاد که بخواید خارج کنید کار انجام ندید. این رفتار زیبراش این شکلی. خب میبینید که من وقتی داینامیش کردم اونقدر روی شکل آبجکت هم تأثیر نذاشت. میبینید واسه همین عدد داینامش خوبه. حتی میتونستیم روی عدد کمتر هم امتحانش کنیم، البته خیلی زیاد شده. من کنترل زد میزنم چون شد 8 میلیون. میبینید اینجا میمیسه، این بالا میبینید اکتیف پوینت رو میمیسه، این پایینی کل میزان ترانگل هایی که شما توی صحنتون دارید، ولی وقتی که روش هر کدوم کلیک کنید اینجا میمیسه. من اینو میام و روی همون عدد جیومتری روی 1024 اینتر میزنم و داینامش میکنم. داینامش شد، میبینید که الان شده حجمش 2.7 نسبت به قبل که شده بود 8 میلیون. خب خیلی کمتره و شکلش هم به اون صورت تفاوتی نکرده، دقیقا خوب در اومده. من شیفت اف میزنم و میبینم که اینا اوکی هن و میام حالا توی ساب تول و میخوایم این دوتا آبجکت رو با هم دیگه یکیشون کنیم. چیکار میکنیم؟ من میام و این علامت علامت جمعه، میبینید این دوتا دایره کنار هم دیگه، این میشه اشتراک و این راستیش میشه تفریق و باز راستیه میشه اشتراک یا یونیون اینترسکت. این اولیه یونیونه و ما هم میخوایم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم دیگه. پس اینا روی یونیون باشن، چشماشون هم روشن میکنیم. این اولی کلیک میکنم و میام اینجا روی مرج داون میزنم اوکی و از اینجا اوکی میکنم. اینا الان مرج شدن با هم دیگه، شدن یک ساب تول. شیفت اف میزنم، میبینید این شکلی هن. و الان اینو میام روی عدد روی همین 248 فکر میکنم بهتر باشه که پولیش بزنی داینامش کنیم. کنترل درگ میکنم که داینامش بشه. حتما نگاه کنید که شکل آبجکتتون به هم نریزه. روی عدد کمی داینامش کنید مثلا این ایجاتون مثلا اون گردیناشون از بین میره، اسموس نسشون. خب یعنی داینامش شد. شیفت اف اگر بزنم میبینید که دوباره اون جاهایی هم که به هم دیگه داینامش کردیم زیبراش خودش میاد پالی گروپ جدا تصور میکنه. نگاه کنید، این که ما پالی گروپاشو جدا کرده بودیم هیچی، این آبجکت جدیدی که آوردیم هم یه پالی گروپ بود دیگه همش، چون جدا نکردیم پالی گروپاشو. ولی الان که ما این دو تا رو به هم دیگه جمع کردیم، این پالی گروپش الان جداست از این. خیلی خوبه. فقط نکته ای که هست اینه که الان این حجمش رفت خیلی بالاتر. من دوباره کنترل زد میزنم و میام اینو رو همون عدد 1024 اینتر میکنم و داینامش میکنم. خب این حجم الان فکر میکنم خوبه شد، کلن شد 3 میلیون. یه مقدار اینجاها فکر میکنم رزولیشنش کم شد. آره میبینید اینجا که رزولیشن هم کم شد، این کمه این عدد. کنترل زد میزنم و میام این رو میکنم 1024
300 اینتر و اینجوری داینامیشش میکنم. حالا ممکنه من توی ادیت خیلی سریعتر کنم که وقت ویدیو کم بشه. اینم کمه، کنترل زد میزنم و اینو میزنم روی 1600 اینتر میکنم و دوباره داینامیشش میکنم. رو همین 1600 کافیه، میبینید که اکتیف پوینت ما هم خیلی رفت بالاتر و الان این خوبه. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که میام و میزنم، میام روی ماسکینگ و دوباره ماسک بای فیچرز رو میزنم. همینجور که میدونید این کار باعث میشد هر جایی که پالیگروپ های ما جدا بود ماسک بشه. روی این آبجکتمون که هیچ اتفاقی نیفتاده چون این همش یه پالیگروپ بود و الان اگه شیفت اف بزنم میبینید که چون اینجا یه پالیگروپ، اینجا یه پالیگروپ، اینجا کاملا ماسک شدن. من میام تو نمای تاپ یا نمای بغل فرقی نمیکنه، کنترل آلت رو نگه میدارم و اینجا رو دیسلکت میکنم ماسکش رو. میبینید اگه کنترل خالی نگه دارید ماسک میکنه، آلت کنترل آلت رو نگه دارید هر جایی که ماسک شده رو آن ماسک میکنه. اینو تا ته نمیارم، این تا همینجا میارم، یک مقدار اینجا باز میذارم، این شکلی میکنم. اینجا به خوبی واسه ما ماسکش باقی موند. من فقط یه اشتباهی که کردم این بوده که اینو من دقت نکردم، این تیکه اینجا اومده و به اینجا ولد شده، ولی چون میره داخل واسه ما مهم نیست. ماسکم رو گرو میکنم، یه مقداری سرعت سیستم هم اومده پایین. شارپن ماسک کنید، دوباره گرو ماسک و بلر کنید ماسکتون رو، یه بار، دو بار، سه بار. کنترل کلیک کنید که ماسکتون برعکس بشه و بیاین توی دفورمیشن روی پالیش و بیاین 40% فکر میکنم مناسب باشه. پالیش یه مقدار طول میکشه، شیفت اف میزنم. خب این پالیش واسه من انجام شد. اگه این شکلی کنم میبینید که اینجا این شکلی پالیش خورده. من فکر میکنم یه مقدار این پالیش زیاد بود، دوباره بک میدم، این دایرهش از حالت تو پر میکنم تو خالی و 20% پالیش میزنم. خب پالیش خورد، شیفت از حالت ماسک خارج میکنم. میبینید که اینجا این شکلی پالیش خورده، به نظر من خیلی خوب شده، کافیه. من میتونم شیفتم نگه دارم و اینجا رو دستی یک مقدار اسموس کنم، ولی خیلی کار لازمی نیست. این مقدار چون ژئومتریمون زیاده من زیبراش یکم سرعتش توی نویگیشن کم میشه. میتونید شیفت رو نگه دارید و اینجا این شکلی اینجا رو اسموس کنید. خب خوبه، این از این قطعمون. اینا رو با هم دیگه ما ولت کردیم، یعنی یکی کردیم با هم دیگه. اینجا این شکلی شده، من راضی نیستم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که اول اصلا بذاریم من سیف کنم، سیف از رو بزنم و دوباره رو همونی که سیف کرده بودم سیف میکنم. من برمیگردم داخل بلندر و اینو ساب دیویژنش رو خاموش میکنم و میام از اینا یک کپی میگیرم. من کلید 4 رو میزنم کپی گرفته میشه و بعد میام و تپ میزنم میام توی ورتکس ها. این ورتکس ها رو یه مقدار میارم این ورتر توی این حالت وای فریم انجام بدید که همش سلکت بشن. اینا رو یه مقدار میبرم این ورتر. دقت کنید میخوام که کاملا از اینجا بزنن بیرون که توی زیبراش کم کنم. اینجا رو اف میزنم فیل بشه، اینجا ها رو هم اف میزنم که فیل بشه و اینجا چون انگونه توی زیبراش مشکل ایجاد میکنه، من میام و بهش مودیفای تراینگولیت رو میدم. اگر اف چهار بزنم تراینگل شد. اپلایش میکنم و اینو حالا اکسپورتش میکنم به صورت اکسپورت از اوبیژه. این دیگه اسمشون نمیزه نمیزه، میذارم کارو اندرسکور سف یک، سلیکشن آنش فعال باشه، اکسپورت اوبیژه. میرم توی زیبراش، حواستون باشه که اگر الان من اینجوری ایمپورتش کنم به جای این قرار میگیره. داپلیکیتش کنید حتما و بیاین و ایمپورت بزنید کارو سف یک رو. همینجور که اینجا الان واسه من آبجکت هم اومد و اگر الان این لایف بولین هم روشن کنم و روی این آبجکت اصلیم کلیک کنم میتونم بولین لایف رو ببینم. فقط اینو باید بذارم روی تفریق. نها کنید
یعنی لایو ها بولین انجام نشده هنوز، فقط دارم نتیجه بولین رو میبینم. روی این آبجکت مبدأم اومدم که میخوام ازش کم بشه، لایو بولین هم روشن کردم. این رو هم بر اساس اینکه اینجا کدومو انتخاب کنم، وسطی تفریق اگه راستیو بذارم میشه اشتراک، و اگر جمع هم بکنم که با هم دیگه جمع میشن هیچ. پس من میمونم همون تفریق میذارم و لایو بولین هم خاموش میکنم و این پایینیه که کاروینگ آبجکتتون بود روی این وسطیه که علامت تفریقه باشه، مرج کنید آبجکتتون رو، مرج داون و بیان روی داینامش جیومتری داینامش و روی همین 1600 مجدد من داینامشش میکنم. دقیق کنید چون جیومترمون زیاده الان روی 7 میلیونه، خب طول میکشه، مخصوصا حالا پالیش یا داینامش و اینا طول میکشن. توی هارد سرفیس مجبوریم دیگه، وقتی که جزئیات اون بالاست باید رو عدد بالا داینامش کنیم، ولی همیشه اینو خاطر داشته باشید که هر چقدر با عدد کمتر کار کنید بهتره. این آبجکت من داینامش شد، دیدید که اینجا رو ما تفریق کردیم. اینم یه نکته واسه حالا که بدونید که اینجا رو هم میشه اصلاح کرد، حتی اگر مثلا اینجا اون کریسپنس رو نداره میتونید بیاین و خب اینم از جیومتری من، واسه این ویدیو کافیه، من سیوش میکنم، سیو از گاهی اوقات اگر روی فایل قبلی سیو کنید زیبراش کرش میکنه، من اینو میذارم روی اسکوپ سف 2 و سیو میزنم، کرش نکرد خدا رو شکر و این تیکش کامل شد. از ویدیوهای آینده ما این اتفاق واسه هم میفته، این کار زیاد انجام میدیم، حالا دقیقا نمیدونم در چه حد، ولی خب این اتفاق بازم خواهد افتاد. پس اگر ویدیوی زیبراش رو نگاه نکردید حتما نگاه کنید، ویدیوهای همین ویدیو رو گذاشتم از صفر، حتی راجع به این پولیش پالی گروپ ها همش رو ساختم، هیچ چیز تازه‌ای نیست، اونا رو نگاه کنید بعد بیاین اینجا. و از اینکه ویدیو رو نگاه کردیدم خیلی ممنونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تو ویدیوی بعدی، میبینمتون فعلا.